این روزا خیلی از گذشته یاد نمی کنم، اما من اردشیر آریامنش هستم، دانشجوی رشته تاریخ شناسی. دقیقا 23 ساله بودم که تصمیم گرفتم برای تکمیل تحقیقات شخصی خودم در مورد تاریخ ایران به جزیره کیش سفر کنم. اما این یک سفر عادی نبود. روز 25 شهریور سال 1392 بود که وارد جزیره شدم. با پرواز موافق نبودم، برای همین با لنج از بندر عباس عازم کیش شدم. بعد از رسیدنم به جزیره به هتلی که قبلا از تهران رزرو کرده بودم رفتم. روز بعد تحقیقاتم رو شروع کردم. بعد از بازدید از شهر زیرزمینی کاریز که در عمق 16 متری زمین هست عازم شهر باستانی حریره شدم. چیز زیادی دستگیرم نشد، اما چیزی که در مدت ها توجهم رو جلب می کرد کشتی یونانی بود. خدمت کشتی به دور دست ها نمی رسه، چون دقیقا سال 1345 بود که بنیان جزیره از وجود کشتی عظیم که توسط کمپانی ویلیام همیلتون ساخته شده بود با خبر شدند. تا اونجایی که من می دونم نام کشتی در ابتدا قرار بود شیپور امپراتور، ناترالیست، سیروس فارس، همدان گذاشته بشه، اما در نهایت به نام کلاهف نام گرفت. تصمیم عجیبی بود، اما به وقوع پیوست و شگفت‌انگیزترین خاطرات زندگی ماجراجویی من به واقعیت تبدیل شد. شبانه تصمیم گرفتم وارد کشتی بشم، کشتی که کسی اجازه ورود به اون رو نداشت، اما حس ماجراجویی من برای کشف اطلاعات موجود در کشتی من رو بیشتر جلب میکرد. ساعت 1:20 بامداد روز 27 شهریور با کوله پشتی حاوی وسایل ایمنی وارد کشتی شدم. به خاطر دور بودن کشتی از ساحل و ناهمگون بودن آب دریا، مخصوصا گلولای با قایق کوچیکی که قبلا تهیه کرده بودم عازم شدم. تاریکی شروع شد. راه برگشت بسته شد. رسیدم پایین.
به نظر یه موتور خونه قدیمیه که درست فعاله. هنوزم باورم نمیشه این پایین داره چه اتفاقاتی میفته. همش فکر میکردم این چیز مال فیلم هاست. این ماشین راه سازی این پایین چطور اصلا برای چی اینجا؟ واو اینجا چه خبره؟ باید مواظب باشم.
مثل یک انبار یا نوعی آزمایشگاه که الان متروکه به نظر میرسه. مواد شیمیایی خطرناک. باید تلفن بزنم خبر بدم اینجا چه خبره. تلفنم که خرابه لعنتی.
کلید نگر کجا؟ بچه ها سری بیاد اینجا، دشمن داره فرار میکنه.